سلام مجدد محضر یک که شما دوستان خوبان و عزیزان بیننده که با ما همراه هستین و امیدوارم که امروز هم در محضر جناب آقای دکتر شهیدی اون دقایق زیبا رقم بخوره و مایه مسرت قلب شما بینندگان عزیز بشود ان شاء شما دکتر سلام علیکم سلام وقتتون بخیر خیلی خوش اومدید تقبل الله مالکم ان شاء الله که شما و دوستان عزیز قبول باشه و امیدوارم این برنامه بتونه گرهی باز کنه الهی امین خب صحبت ما در روزهای قبل یعنی برنامه های قبلی که محضر شما بودیم به اینجا رسید که تأثیرات معنویات یا کارهایی که ما رو با یک حال خوشی مواجه میکنه در بحث موفقیت و اون رشد فردی بسیار زیاد خب بعضی هاش رو در هفته های گذشته مثل دعا و شو گذاری و اینها بررسی کردیم ورود کردیم به موضوع بسیار مهمی که حالا در نگاه دینی هم بهش خیلی اهمیت داده شده تحت عنوان نماز خطب. که الان فرا روی ماست ما ما این موضوع جامون سوی شما که مشالله عرفید البته قطعا بینندگان فرهیخته ما هم شاید این داستان رو شنیده باشند خب مرحوم نخودکی از اعازم بوده دلیل حالا اون به هر حال زحمت‌هایی که کشیده بوده و ریاضت‌های های شرعی که کشیده بوده خداوند یک چیزایی بهش داده بوده و از یا میمدن بالاخره حواجشون رو ازشون میخواستن و خب داره که یک جوانی اومد پهلوی آقای نخودکی و, و گفت که آقا من خلاصه هم زن خوب میخوام هم کار میخوام من خونه میخوام و خلاصه ایشون خلاصه هر ستای این موارد. مسائل رو یا موارد رو با یک نسخه پیچیده بود و گفته بود که نماز اول وقت بخون و برای زن خوب نماز اول وقت برای کار خوب نماز اول وقت برای خونه خوبم نماز اول وقت حالا واقعی مطلب ما کل بحثمون در این زمینه بود که ما نماز رو بیایم حالا به عنوان یک فریضه دینی توی این بحث اصلا بهش نگاه نکنیم بذاریم کنار و الا توی اون مسائل معنوی بخوایم وارد بشیم اصلا یک عالمیه از جمله داستان معروفی هم هست که باز اتفاقا یه مهندسی بود که خیلی هم خلاصه زمان رضا شاه به هر حال حالا داستان بسیار مفصلیه که براش میزدن به قول معروف تا حدی که رضا شاه هم خوب خورده برده نداشته با کسی خیلی هم راحت با افراد برخورد میکرده و اینا خلاصه یک روز که ایشون دفته بوده بر نماز اول وقت خلاصه علیهش سعایتی میکنن رضا شاه میاد میبینه و داستانشو میگه که من بچه داشتم و مریض شده بود و چنین و چنان و به هر حال خانم ما بچه رو متوسل به ممرضا بشه منم اصلا به این چیزا اعتقاد نداشتم و اونجا خلاصه خانم بچه رو برده بوده داخلشون مرحوم نخودکی رو میبینه و به هر حال های نخودکی با او صحبت میکنه و از جمله همین رو بهش میگه بهش میگه که اگر قول بدی نماز اول وقتت رو بخونی من خلاصه قول مثلا بچه چفا پیدا کنه ایشون هم میگه من بدون به هر حال حالا بگیم ناخداگاه قبول کردم و بیدیم مردم سلام و سلوات و بچه رو آوردن و بچه مرده خلاصه به یه عبارتی زنده شد و این شد که من با خودم عهد کردم نماز اول وقتم رو بخونم که رضا شاه هم خلاصه به هر حال دفاع میکنه و ازش میپذیره حالا یعنی میخوام بگم تو اون زمینه بخوایم وارد بشیم خیلی هم زیاده بله ولی ما واقعا سعی کردیم که توی این مباحث حالا معمولا اون مقدار که وقت اجازه میده فقط به لحاظ علمی و به قول معروف امروزی این رو ببینیم اصلا به عنوان یک مسلمان یه مقدار راجع به نماز صحبت کردیم راجع به اوقات نماز حتی عرض کردیم که یکی از بهترین اوقات رو میگن که اول به صلاح حالا طلوع آفتاب غروب آفتاب و وقتی که آسمان تایمای نماز دقیقا وقتی که خورشید در وسط آسمان باشید. هست که اینا به هر حال بله و حالا به قول امروزی ها افرادی که تو کار مدیتیشن هستن یعنی یکی از بهترین مدیتیشن ها نمازه عرض می کنم ما یا خدای نکرده دوستان نه ما رو که می داریم میکنیم این موضوع از این باب داریم آره. نگاه میکنیم و جالب اینه که در رابطه با حالا مدیتیشن اون ساعتی هست دقایقی هست حالا مدت های زیادی یعنی متفاوت رو گفتن و ما عرض کردیم جالبه که این حرکات و پوزیشن های نماز کلش در بسیار حالا به به خصوص در یوگا هست و معروف به نیایش, نیایش خورشید حالا عرضم به حضورتون جای موسوی انسان ها خب میدونید واقعا انسان موجود پیچیده یه خیلی هرچی هم این بیشتر پیشرفت میکنه این فرمایش آقا امیرالمومنین که میفرماید اتحسب انک جرم صغیر و فیکن تول عالم آیا فکر میکنی توی موجودی هستی حالا 80 کیلو 60 کیلو کمتر بیشتر فکر میکنی این هستی در صورتی که جهانی در تو پیچیده است اینقدر این موجود عجیبه واقعا و لذا خداوند میفرماید من از روح خودم در او دمیدم او رو جانشین خودم بر این کره خاکی قرار دادم خب یکی از قدرت هایی که ترشح میکنه در انسان این مغز ها قده مختلفی رو باعث ترشوهش میشه یکیشی حالا اون چیزی که به اسم علمیش بهش میگن کورتیزول کورتیزول هنگامی ترشوه میشه که انسان دچار استرس ناراحتی خدایی نکرده یا خبری میشنه خبر بدی میشنوه یا یه صحنه اینا مناسبی میبینه این کورتیزول شروع میکنه ترشوه کردن و وضعیت انسان به هم میریزه و جالب اینه که عمر انسان هم کوتاه میشه یعنی افرادی که زیاد استرس دارن و حالت و آرامش ندارن باعث میشه عمرشون کوتاه در صورتی که نماز دقیقا عکس این عمل میکنه یعنی چی یعنی خود نماز همون حرکاتی که البته به هر حال دیدم دقت بکنن دوستان حالا اون روایات عجیب غریبی که ما در زمینه نماز داریم که آقا اون چند دقیقه که نماز بخونی سعی کن بالاخره با خدا ارتباط برقرار کنی با مبدع حضور توجه تمام این باعث میشه اصلا میگم همه اینا رو بزنیم که اصلا باعث میشه انسان از اون حالت های استرس قطع بشه از اون حالت بیاد بیرون و لذا عرضم به حضور مبارکتون که در این وضعیت و جالبه حالا آیه قرآن به ذهن اومد ازش نگذرم میفرماد استعینو به صبر و بسلامت. صلات یعنی از نماز کمک بگیرید اصلا توی زندگی های روزمره اون چیزی که باعث میشه انسان به یک آرامشی دست پیدا کنه خب خیلی چیز هست یکیش نمازه یکی از مهمترینش نمازه و لذا حالا بعضی از بزرگان گفتن اگر هرگاه مشکلی داشتی ناراحتی داشتی به هر حال حتی غم و قصه به دلت بود وضو بگیر یه گوشه وایس و یه دور کد نماز بخون با خدا راضی نیاز از همه مهمتر اون بحث آرامش است یعنی اون آرامشی که به انسان دست میده حتی برای اون دقایق و همین آرامش خیلی راحت میتونه ادامه پیدا کنه به هر حال یعنی بعد اون هم چون انسان چون میدونید انسان به هر حال توی ناراحتی ها حتی میگن اگر عصبانی شده یکی از دل به فرمول اینه میگن که تغییر وضعیت بده چون چه بسیار استادی امسان... بنشین نشسته ای به جا به جا آبی بخور بله جالب اینه که جمع موسوی چه بسیار پناه به خدا البته باید برد چه بسیار انسان هایی که به خاطر یک لحظه عصبانیت حالا بحث عصبانیت <applause> مطرح شد و از خود بی خود شدن پناه به خدا نستجی رو بلا باعث مشکلاتی شدن باعث قتل شدن و و و پس به بر این یکی از چیزهایی که میتواند انسان رو از اون وضعیت استرسزا در این عالم نجات بده بحث نمازه فارق از مسائل دینش یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهمه ما یک حالا یک بحث علمی داریم در رابطه با انسان این افرادی که انرژی درمانی میکنن این بحثا رو مطرح میکنن میگن ما هفت تا چاکرای اصلی در انسان هست و بیش از 300 هزار چاکرای فرعی جالبه چاکرا یعنی اون ورودی‌های انرژی به بدن مثلا یکی از مهمترین چاکراها با وضو مثلا فعال میشه یکی از وقتی یک سری چاکره ها با یه حرکاتی فعال میشه یکی از مهمترین حرکاتی که باعث میشه درد در انسان کاهش پیدا کنه یک چاکرای به نام چاکرای کندالینی و جالبه شما مثلا بعضی جاها که خدا قسمت نکنه بعضی از بیمارستان ها مثلا میبینید که برای یک پیشنهادایی کردن یه حرکاتی روی پوزیشنایی رو اصلا عکس گذاشتن اونجا یکیش همین حالت سجده است یعنی انسان وقتی به حالت سجده میره و بینندگان عزیز هم میتونن حالا به قول معروف این رو از این با تمرین کنن و ببینن خدایی نکرده دل درد سر درد میگیرن مشکلی براشون پیش اومد یه به قول معروف سجده یک برن. دقیقه به حالت سجده برن و با کمال تعجب ببینن بعد از مثلا سی ثانیه دردشون کاهش عجیبی پیدا میکنه خب ما در جلسه قبلم عرض کردیم که حالا خود سجده وقتی که شما 17 رکعت نماز میخونی و 34 بار سجده میکنی و این حالا در طول روز و به خصوص اگر با اون آرامش و تو معنی نه همراه باشه این چقدر میتونه تأثیرات مثبت داشته باشه حالا جالب تر اینه که اون دفعه هم عرض کردیم یک بنده خدای اومده یک پروفسوری کار کرده و روی این قضیه به این نتیجه رسیده این امواج الکترومغناطیس و این ام این آلودگی هایی که بالاخره به انسان وارد میشه باعث انرژی های منفی در انسان میشه خب این بهترین راه تخلیهش میگه وقتی که شما سرتون و پیشانیتون رو به خاک بگذارید حالا یا به خاک یا اتفاقا دین حالا مکتب اهل بیت میگه که شما هر چیزی که از زمین باشه یا مثلا میگم فرش پلاستیک اینا رو اصلا قبول نیست سجده از نظر مکتب اهل بیت حالا یک سری خاص آره آیون اهل سنت خب اینو میپذیرن ولی جالب اینه این بنده خدا اومده و تحقیق کرده میگه باید رسانا باشه یعنی یه جورایی مثلا پلاستیک نارساناست مثال عرض می‌کنم و همساله به هر حال ولی اون چیزی که از طبیعت هست این رو دقیقا باعث تخلیه میشه و به خصوص وقتی که رو به مرکز ناتیس زمین باشه که شما الان سرچ کنید به قول معروف کعبه مرکز مغناطیس زمینه زمین گذاشته از این که ما قبول داشته باشیم به عنوان یک مسلمان یا قبول نداشته باشیم پس بنابر این یکی از مهمترین چیزهایی که آرامش به انسان میده خود این حرکاتی هست که لحظاتی ولو شده انسان رو از اون حالت به قول معروف از حال دنیا میکنه بله خودش یک بحث روانی هم هست شما وقتی یک بزرگتر نیستی به طبع سعی میکنی خودت رو نزدیک کنی به او از ما ترکی خودت از اون چیزی که پشت سرت هست شاید اون حقارتی که انسان داره فراموش میکنه تلاش میکنه دقایقی حالا این استنباط شخصی هست تلاش میکنه دقایقی خودش رو به پای اون برسونه این خودش همون یک حس پرورش برای حس خوبه و از اون طرف هم حال خوب به نتیجه تا لذا غالبا حتی نگاه میکنیم کسانی که اصلا با دین زاویه حتی دارن بنا به دلایلی مسیرشون به مثلا عبادتگاهی سر سجاده ای لحظات دعایی با یک آدم خوشحالی به قول معروف خوشحال از جهت خنده نه یعنی حال خوبی بخورن اونها هم حالشون تغییر میکنه من بسیار و به شما بیشتر از من دیدید آدمهایی که حالا میگم توی مسیر دین هم خیلی به نگاه ما این چه آدم بی بیهجابه، نمیدونم این اصلا دین نداره اینها ولی گذرش خورده مثلا دقایقی به حرم امام رضا. خودش انگار رو زمین نیست تو حال پرواز دیگه وقتی که بیای نمازی که حالا یک سری آموزه هایی هم پشتش هست و مهمترینش مثلا مالیدن دماغ و بینی شیطان به زمینه چه حس خوبی آدم پیدا میکنه کردید اونجا موسوی هم تو که فرمودید انسان چون که موجود دو بعدیه دیگه خب یک بعد انسان معنوی یک بعدش مادیه کلا وقتی که ما توی این عالم بخوایم موفق باشیم وقتی می موفق باشیم که متعادل باشیم یعنی اگر انسان در زندگی تعادل نداشته باشه قطعا آدم موفق نیست یعنی خیلی مثال سادهش اینه دیگه یا شما یه انسانی رو تصور بکنید مثلا سرش روش کرده بقیه بدنش روش نکرده خب این آدم اصلا کار یه واقعیتی دی. دیگه پس بنابر این اگر انسان تمام حالا ظاهر با هم رشد کرد این آدم رو خوی آدم معمولی ما بینیم در واقع هم همینه یعنی انسان وقتی میتواند رشد کند که مسائل مالی مسائل مادی و معنویش با هم رشد کنه نماز به هر حال و معنویات به یک معنا چون ما بحثمون اینه که معنوی در... معنویت در رشد زندگی در موفقیت ما اگر میخوایم موفق باشیم در این عالم باید تعادل رو برای خودمون ایجاد کنیم و این تعادل یک مقدار زیادش واقعش دستورای دینیه حالا یکیش نه حالا بخوایم یا نخوایم بل. حالا این نماز چه کارایی میکنه مثلا عرض کنم از جمله چون وقت خیلی کمه اینا رو سلسله وارد و سریع میگم نماز باعث تقویت حافظه میشه باعث تقویت تعادل میشه باعث حالا چجور شما فرض بفرمایید که وقتی که یه بحثی هست در مانتراها به اصطلاح یا از کار یا بحثایی که تلقین و تلقین هم. به نفس هست میگن شما اگه یک ذکر خاصی رو و اگر در یک وقت خاص و, آره. و هر روز زمانو... آره. اینو تکرار باش. کنید انرژی که ایجاد میکنه و از خودش ساطع میکنه باعث میشه تاثیراتش فوق العاده بیشتر باشه وقتی که ما نماز رو با چی شروع میکنیم؟ با حمد شروع میشه دیگه تشکر و سپاسگزاری از خداوند این کلمات وقتی که هر روز تکرار میشه تو یک وقتهای خاصی تکرار میشه اینها به دلیل اون انرژی که ایجاد میکنه در این عالم و به دلیل اینکه بالاخره حالا میلیون ها نفر ما مسلمان داریم این میلیون ها نفر مسلمان بالاخره ادیزیادیشون نماز میخونن علی. و جالب این هم مثل هم یا سینرژی که ایجاد میشه در این عالم تاثیرات فوق العاده زیادی داره و جالبه که حالا علما اومدن تو این زمینه کار کردن عکس های از ارزم به حضورتون توسط ماهواره ها گرفتن از بیرون کره زمین مثلا اون انرژی های مثبت اون مثلا در هنگام حالا تواف تو کعبه و و و, و. حالا بحث های بسیار مفصلی اونایی که مایلن چون که حالا دیگه وقت اجازه نمیده یه مقدار میتونن واقعش سرچ کنن و جستجو کنن و در اینترنت پیدا کنن این این خیلی متشکرم و فکر میکنم یک گزینه رو من اضافه بکنم که نظمی که ناخداغا به بله, بله خاطر اون بحث رعایت و اوقاتی که معرفی شده به زندگی های خیلی از ما میتونه تأثیر بسیار ممنون متشکرم الان هم دقایقی است که می شود این فریزه الهی رو هم با نگاه دینی و هم با نگاه موضوعیت برنامه امروز ما به جای آورد ازتون التماس